سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و جذاب. من برگشتم با یه ویدیوی خفن و باحال. اوکی، توی این ویدیو قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری میتونیم تابلوی شاسی درست کنیم. تابلوی شاسی چیه؟ چند تا عکس بهتون نشون میدم تا کامل با تابلوی شاسی آشنا بشید. یه دقیقه صبر کنید. اینا تابلوهای شاسی هستن. خب تابلوهایی که تقریبا میشه گفت چوبی ان، پشتشون شیار دارن برای آویزون کردن. و آره دیگه، مطمئنم که خودتون میدونید تابلوی شاسی چیه. اوکی، من و تو قرار با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری میتونیم برای خودمون تابلوی شاسی درست کنیم. حالا همین اول ویدیو از خود میپرسی که چرا باید تابلوی شاسی درست کنیم؟ خب میریم و تابلوی شاسی میخریم، آماده، مگه مشکل داریم؟ ولی نه، بعضی وقتا میشه که شما یه طرح خاص مد نظرتونه، یا اصلا شاید بخواید عکس خودتون، آره خود خودتون رو تابلو کنید. اون موقع است که نمیدونید باید چیکار کنید. تابلوی شاسی کلن تابلوهای خیلی با کیفیتی هن و قیمت ارزونی هم دارن، یعنی برای ساختشون اصلا لازم نیست هزینه زیادی صرف کنید. هم برای ساخت دکورهای خوب و خفن به درد میخورن، هم برای دیزاین اتاق و از اینجور چیزا. پس بعضی وقتا لازمه خودت تابلو شاسی درست کنی. اوکی، حالا بیخیال این پر حرفیا، قدم اول برای ساخت یه تابلو شاسی چیه؟ قدم اول داشتن تخته شاسیه. درسته، تخته شاسیه نیمه آماده تقریبا. بچه ها ببینید، این یه تخته شاسی نیمه آماده است برای اینکه شما هر عکسی که دلتون خواست رو بالاخره بگیرید و حالا روی این تخته ازش استفاده کنید و بسازیدش. این تخته جا برای آویزون کردن داره، حالا اگه خواستید افقی بذارید یا شاید خواستید عمودی آویزونش کنید، بالاخره این چیزایی که دست خودتونه و بستگی به عکستون داره. ولی در کل روش یه چسب داره که میتونیم این چسب رو جدا کنیم و اون عکس مد نظرمون رو روی این تابلو بچسبونیمش و تبدیل بشه به تابلوی مورد علاقمون. من 6 تا از اینا دارم که اگه دوست داشته باشید و علاقه به خریدش داشته باشید، لینک خریدش رو توی دیسکریپشن میذارم که اگه خواستید استفاده کنید. تابلوهای شاسی اندازه های متفاوتی داره. اینی که من الان دارم و دارم باش تابلو درست میکنم 14 سانت در 20 سانت، 14 در 20، یه تابلوی عمودی افقی. بالاخره گفتم که هر جوری دوست داشته باشید میتونید درستش کنید. و اینه، سایزهای بزرگتری هم هست، مثل تابلویی که بهتون نشون دادم، مثلا 20 در 30 سانتی متر یا 70 در 50 سانتی متر یا حتی به شکل‌های مربع یا از اینجور شکل‌ها هم داره که بسته به سلیقه خودتون میتونید اندازه‌های مختلفش رو تهیه کنید. خب بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی تو درست کردن یه تابلو شاسی داشتن عکسه. همونطور که میدونید شما بالاخره برای ساختن یه تابلو نیاز به یه عکس دارید، حالا چه عکس خودتون باشه چه هر عکسی که بخواید تابلوش کنید، بالاخره باید اون عکس رو چاپ کنید. پس عکس مد نظرتون رو تهیه میکنید، به سایز تخته ها توی فتوشاپ درش میارید. کاری نداره، الان براتون میگم. میرید توی قسمت ایمیج سایز و رنج سایز رو میذارید روی سانتی متر و هر اندازه که تابلوتون هست عکستون رو همون اندازه 1 سانتی متر بیشتر، یعنی اگه تابلوتون 20 سانتی متر در 30 سانتی متره 21 در 31 سانتی متر بذارید. سایز عکستون رو اونجا تغییر میدید و میبرید و پرینتش رو میگیرید از جایی که بالاخره پرینت عکس میگیرن. همیشه 1 سانت بیشتر بذارید برای لبه های کار که یه وقت عکستون کوچیکتر نباشه. بالاخره اگه عکس 1 سانتی متر بزرگتر باشه اتفاق نمیفته، ولی اگه کوچیکتر باشه میتونه درد سرساز بشه. خیلی خوب، حالا من یه سری عکس دارم که میخوام تبدیلشون کنم به تابلو. الان باید چیکار کنم؟ بریم که شروع کنیم. الان من یه عکس دارم که به سایزی که دوست داشتم توی فتوشاپ، به سایز تابلوم توی فتوشاپ درش آوردم و پرینتشو گرفتم. الان این کار ما لبه داره، این لبه های سفید، ما به اینا احتیاجی نداریم، درسته؟ پس اولین قدم
اینه که دور عکس رو دوربری کنیم و اضافاتش رو بریزیم دور تا فقط عکس اصلی باقی بمونه. اوکی؟ بالاخره شما هر وقت که میرید و پرینت میگیرید همیشه یه لبه وجود داره و امکان نداره که هیچ لبه وجود نداشته باشه، چون دستگاه پرینت عموما لبه میذارن، حالا چه لبه کم بستگی به سایز، چه کم چه زیاد، بالاخره لبه همیشه وجود داره، همیشه بدون استثنا لبه وجود داره. پس بریم و دونه دونه لبه ها رو قیچی کنیم و بریم سراغ مرحله بعدی. خب دیگه فقط کافیه قیچی رو بردارم و لبه های کار رو قیچی کنم و آره دیگه، سعی کنید این کار رو خیلی خیلی با دقت هرچه تمامتر انجام بدید، چون خیلی مهمه و اگه یه اشتباه کوچولو بکنید عکستون خراب میشه. خب بچه ها عکس من آماده است، ببینید که هیچ لبه‌ای نداره و الان آماده است که بره روی تابلو. من 6 تا تابلو دارم همینطور که میبینید و 6 تا عکس، بعضیش افقی بعضیش عمودی. سعی کنید بسته به دیزاین بعضی از عکس ها رو حتما 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 افقی کنید، چون بالاخره ناهماهنگ بودن همیشه میتونه زیبا باشه. میریم دونه دونه عکس ها رو آماده میکنیم و میریم سراغ مرحله بعدی. خب بچه ها تقریبا همه عکس ها رو دوربری کردم و الان آمادن تا برن روی کار، پس بریم سراغ مرحله بعدی. خب بچه ها این نمای کلیه یه تابلو شاسیه که دارم از نزدیک بهتون نشون میدم. باید چسب روی تابلو رو بکنیم و عکسمون رو بچسبونیم روش، پس بریم سراغش. چسب رو میکنم، و قبل از چسبوندن عکس دقت داشته باشید که شیار پشت تابلو به کدوم سمته. این خیلی مهمه، چون بعدن که میخواید تابلو رو آویزون کنید یه وقت برعکس نباشه. شیار تابلو اینجاست، پس عکس من باید بالاش این طرف باشه. خب عکسمو میذارم. خیلی خب، حالا یه مرحله دیگه باقی میمونه. همونطور که میبینید وقتی که ما عکس رو روی فتوشاپ 1 سانتی متر اضافه گرفتیم، دور کار 1 سانتی متر اضافه است. باید این اضافات هم برش بزنیم. اما با چی؟ بهتر از کاتر استفاده کنید. یه لحظه صبر کنید. خیلی خوب بچه ها، من یه کاتر دارم و یه مقوا. حتما قبل از این که برش بزنید تابلو رو روی یه مقوا بذارید و زیرش حتما مقوا باشه تا کاتر یه وقت به میز آسیبی نزنه. و با دقت شروع میکنیم به برش اضافات کارمون به همین شکلی که میبینید. اضافات کارو با کاتر از پشت برش میزنم. خب بچه ها و در نهایت میرسیم به یه تابلوی خیلی جذاب که میتونید آویزون کنید به دیوارتون و ازش لذت ببرید. اون 6 تای دیگرم با همین مراحل پیش میریم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب میرم سراغ تابلوی بعدی. تابلوی بعدی رم به همین شکل چسبش رو جدا میکنم، به شیار پشت تابلو دقت میکنم شیار رو به بالا باشه، و عکس خودم رو با دقت به تابلو میچسبونم. به همین شکلی که میبینید، خیلی با دقت. خب حالا میرم که با قیچی اضافات کار برش بزنم. بهتره که
از قیچی استفاده کنید. از کاتر هم میشه استفاده کرد ولی با قیچی خیلی راحت تره. با نوک قیچی با دقت اضافاتو جدا کنید. خب بچه، اینم از تابلوی بعدی که میبینید به چه زیبایی و جذابی درست شده. بریم که بقیه تابلوها رو هم با همین روش درست کنیم تا به انتها برسیم. خب شیار بالاست و این یکی رو میخوام افقی بچسبونم، پس باید به شیار افقی توجه کنم که بالا باشه. بریم سراغ عکس افقیمون و خب اینم از عکس افقی. افقی و عمودی دیگه تفاوتی نمیکنه، یکیه. فقط حتما قبل از چسبوندن به شیارات خیلی توجه کنید، چون شیار خیلی مهمه. خب میریم که اضافاتش هم برش بزنیم. خب اینم از عکس افقیمون و ما یه دونه عکس افقی دیگه هم داریم، دو تا افقی و 4 تا هم عمودی. همونطور که گفتم افقی عمودی بودن خیلی میتونه تأثیر بذاره. حالا توی ویدیوی بعد از این ویدیو که براتون میذارم میخوام اینا رو نصب کنم و قشنگ آموزش نصب کردنش رو بهتون میگم، پس حتما بعد از دیدن این ویدیو منتظر ویدیوی بعدی باشید. اینم از آخرین تابلو. بالاخره بعد از یه مدت طولانی زحمت رسیدیم به آخرین، یعنی ششمین تابلو، که این تابلو هم دیگه تموم بشه میریم که بهتون نشون بدم چی به دست اومد. خب بچه‌ها بالاخره بعد از حالا کلی زحمت تابلو هم آماده شد. 6 تا تابلوی شاسی درست کردم که دونه دونه بهتون نشونشون میدم. ستون جوکر عزیز، یه ریکو مورتی ریز، یه کاراکتر از وان پیس، حالا کسایی که دیدن میدونن، اسپایدرمن و بیلی. خب بچه‌ها این تابلوهایی بود که من آماده کردم. حتما ویدیوی بعد از این ویدیو رو تماشا کنید، چون میخوام بهتون یاد بدم چجوری به بهترین شکل ممکن این تابلوها رو نصب کنید تا بتونید بهترین نتیجه رو ازش بگیرید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما یادتون رو برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اگه ایده یا نظر داشتید برام تو قسمت کامنت ها بنویسید. امیدوارم که همیشه تو زندگیتون سالم و سلامت و خندون باشید و تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.